دارم عشق تو به شوخی میگیرم؟ تو عشق منو به شوخی گرفتی امجد. تو میدونی عمران چی به گلناز میگه؟ میگه امجد که برای هر روپیه دستش جلوی مامان و باباش درازه، چطور میتونه برای ازدواج با داردانه راضیشون کنه؟ فقط این نیست، خیلی چیزای دیگه هم گفته. عمران عوضی، ولت نمی کنم. اون کاری که داری پوزشو به کل فامیل میدی، حقیقتشو برای گمه رو میکنم. بشین و خوب تماشا کن. امجد پسرم. کجایی پسرم؟ چی کار میکنی؟ چی شده مامان؟ یه لحظه پاشو بیا، فشار خون زندایی تو یه چک بکن. فکر کنم حالش اصلا خوب نیست، داره چیزای عجیبی میگه. باشه مامان، الان میام. پس سری بیا. مامان بس کنین دیگه، شما چرا اینجوری شدی؟ گریم دست خودم نیست بتون. به خاطر بابات گریه نمی کنم، به خاطر بخت خودم دارم اشک می‌ریزم. خواهر من دیگه زنده نمیمونم، مرگم نزدیک. خواهر قلبم داره وای میسته. ای خدا، گریه زاری رو بس کن دیگه رونیا. موضوع گندش کردی. ببین دختره چقدر نگران شده، خودت هیچ به فکر این باش. خواهر به پول بده، اگه چیزیم شد حواست به بچون من باشه، تنهاش نذاری، خواهش میکنم. رانیا این حرفا رو نزن، یکم صبر کن، همه چی درست میشه. بیا امجد فشار خون زندایی تو چک کن. بودو اینا نمیفهمن خواهر، من اینکه سرم اومده رو توی دستگاه که نشون نمیدن. ببین رانیا، اگه اینقدر حالت خرابه زنگ بزنم زهاب بیاد اینجا. بعدم باز نه که چرا به من هیچ خبری ندادی. خواهر این چه حرفیه که میزنی؟ همون آدمی که منو به این روز انداختن رو صدا میکنی که درمانم کنه. بمیرم هم دیگه نمیخوام ریختشو ببینم، از امروزم دیگه به هم نامحرمه. همین. این حرفا رو نزن، هنوز شوهرته. خب چی شد؟ فشارش چنده؟ فشار خونتون خیلی خوبه. دیدی؟ من که گفتم این دستگاه ها بدبختی های من از کجا میخوان بفهمن؟ خواهر بهم یه قولی بده، اگه چیزیم شد بچه‌ل منو عروس کن و بیار تو این خونه، نکنه دخترم در به در و تنها باشه. خواهش میکنم. باشه دیگه رانیا، به خاطر خدا اینقدر گریه نکن. بهت قول میدم بطول و عروس خودم کنم و بیارمش خونمون. خواهر الان حالم خیلی بهتر شده. خیلی خوب، قول دادم دیگه بس کن عزیزم. بله. چای آوردم. بذارش. تو چرا رو تو از من بر میگردونی؟ آخه من چی کارت کردم؟ من کی این کار کردم؟ ببین امجد، مادرامون تصمیم گرفتن ما با هم ازدواج کنیم، وگرنه من اصلا خوشم نمیاد به زور باهات عروسی کنم، فهمیدی؟ ببین من میدونم که تو از دردانه خوشت میاد، منم از ته قلبم میخوام که تو با هر کی که واقعا دوستش داری ازدواج کنی. پس قبول نکن. اگه قبول نکردن من تأثیری داشت حتما این کارو میکردم، اما تو مردی، تو حرفشونو قبول نکن. من صد بار اینو بهش گفتم،
ولی انگار مامان اصلا نمیخواد بشنوه. ببین بتول، لطفاً از حرفم بد برداشت نکن، اما تو به من نمیخوری. نمیدونم دردانه چی داره، سکوتش، حرفاش، ناراحتیاش، همه رو دوست دارم. حس میکنم دردانه همون دختریه که میتونم کل عمرمو در آرامش باهاش زندگی کنم. متوجه شدی؟ آره، کاملا حرفتو میفهمم، ولی اصلا ازت دلخور نیستم امجد. اما چهرت همیشه یه چیز دیگر رو نشون میده، یا شاید من بد فهمیدم. ببینم، تو واقعا ازم دلخور نیستی؟ اگه به هم قول داده بودی، اون موقع بود که ازت ناراحت میشدم، اما حرفی نبوده. پس چرا باید ازت ناراحت بشم؟ بگو. اما چهرت همیشه چیز دیگه ای میگه، یا شاید من بد متوجه شدم. آره، فقط یه حسرت میمونه. حسرت؟ از چی؟ حسرت از این که ما با هم فامیلیم، اما حتی نمیتونیم با هم حرف بزنیم. علتش لجبازی علکی مامانمونه، اینو که میدونی. حسرت همینو میخورم. مامانه ی مام که فقط یه درخواستی ازت دارم امجد، اگه با هم استفاش نکنی امجد، هیچ گله ای ازت ندارم، اما اگه به هر دلیل مجبور شدی با هم ازدواج کنی، هیچ وقت به هم خیانت نکن. نمیخوام زندگی مثل زندگی عمه هاجر و مامان بشه.